به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. تحلیل امروزه ما چنین عنوان دارد: چند پیشنهاد سودمند راجع به انتخابات. وقتی همه چیز پیش و پیش و از قبل معلوم است، وقتی همه می دانند که محض همین خل می شود، وقتی انجام کار در آغاز آن نمایان است، چرا باید در پی آن و دنبال آن عملی بیهوده گشت و وقت را ضایع کرد؟ انجمن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با اشتراک 1000 وکیل از سراسر کشور نامزد را پیشبری و برنده انتخابات را معلوم کرد، یعنی امام علی رحمان. می شود گفت با پروتکل ها مهر و امضا گذاشت، دیگر چی ضرورتی است برای برگزاری انتخابات؟ در چنین شرایط که پاندمی کرونا ویروس همه روزه چندین نفر را قربانی میکند، انتخابات که رسالتن و طبیعتن یک فراخوان و تجمع هزاران هزار است، چی سود میتواند آورد؟ خرجی میلیون میلیونی تشکیلی و گذرانیدن انتخابات در مبارزه مقابل کرونا ویروس و برای نیازمندان و ناداران شود بهتر نیست مگر؟ با برگزاری انتخاباتی که برگزار نشده معلوم است که رئیس جمهوری کی می شود، چی می خواهید بگوید و برای کی؟ تنها به خاطر آن که بگوید انتخابات دموکراتی دایر شد و از بین چند نفر نامزد مردم رأی خود را به نامزد سزاوار داد؟ همه می دانیم که این طور نیست. چندین انتخابات است که این طور نیست. این یک بازی کودکانه را نمی ماند. چرا باید یک دروغ را با دروغ بر سر قدرت بینشاند؟ به همین دروغ و به همین حماقت سراسری هم می شود کرد. شرط است که در تاجیکستان حکومتی بر پایه دروغ و لاف و گزاف ساخت. رئیس جمهوری دروغی با کی در کار؟ اگر هر چقدر بالای نهضت فشار بیارن باز ما طاقت میکنیم، ولی ملت ملت است، مردم است. روحیه اعتراضی مردم که بالا رفت، شما جهان رو دیده استودید چه حادثه می شود. دیگر گناهکار نکابید، داعش و طالبان و القاعده و دست خارجی و داخلی اینا همش بهانه است. ملت اگر در داخل متحد باشد، اعتراض نداشته باشد، هیچ کس از بیرون کاری از دستش نمی آید. ولی اگر ملت در داخل اختلاف داشته باشد، اعتراض زیاد باشد، دیگر نیاز به دست خارجی هم نیست. اینجا چند پیشنهاد را مطرح می کنم که می تواند از دروغ بکاهد و واقعیت را نمایان سازد. برای اینکه این همه دروغ که کشور را بوی و گند ندهد، مناسب ترین گزینه این است به شکل و ساختار مدیریت زمان شوروی بازگردیم. به این هم همان راه و روش کمونیستان را داریم تعیین میکنیم. تفاوت تنها این است که به جای حزب کمونیستی تاجیکستان، بیورای سیاسی پلنیوم سیزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، ریاست حزب، کنفرانس و انجمن شده است. شرط و ضرور نیست که رئیس جمهوری داشته باشیم. سردار یا راهبر دولت کافی است که در انجمن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشبری و تأیید و تصدیق شود. چنانه که امروز دایر شد و شخص نامزد هم معلوم گردید، البته این خیلی بد است برقراری یک حزبی، ولی انعکاس و افاده واقعیت معلوم کشور است. آخر همه چیز آشکارا و روی را صورت می گیرد و برای دروغ احتیاج دیگر باقی نمی ماند. منظورم انتخابات دروغی و انتخاب کاملا بر دروغ. اصلا اینستیتوت انتخابات را تا زمانی که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حاکمیت خانواده ای داریم و احزاب دستی ساخت را هم باید برهم داد، چون که در اصل سرداری دولت در محیط خانواده و سپس در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان انتخاب یا انتصاب می شود. مردم قبول می کند و یا نمی کند اصلا برایشان مهم نیست، چون نقش و تأثیر ندارند. اگر شما فکر می کنید که من مخالفم، برای همین این گپ ها را گفته استادم، اشتباه می کنید. 100% درست که من مخالفم، ولی آنچه را می گویم که یک ذره دروغ نیست. نهضت اسلامی تاجیکستان رقیب است، ولی دشمن با کسی نیست. از ما دشمن نتراشد. برای تاجیکستان فعلی حتی همین پارلمان هم لازم نیست، چی رسد به دو پلاته. نقش حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را باید از این هم بلند برداشت و تمام کارهایی که حزب کمونیست تاجیکستان میکرد در گذشته باید با آن واگذاشت. فقط اینکه اعضای بیورای سیاسی را هم واقع بینانه تعیین کرد
مثلا آزاده، رستم، عزیزمو، تهمینه، محمد زویر، جمالدین، شمسولو، اشرف، حسن و به صفت وکیلان جوان از اونگرد، اسماعیل و سامون جان رو هم با آن اضافه باید کرد. تمام شعارهای دوران کمونیستی شوروی را حزب کمونیستی تاجیکستان را برقرار و تنها حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را در جای آن و سخنان جذاب و خردمندانه داهی معظم لنین و از او گرفته تا برژنو را در دیوارها در آویزه ها نوشته در زیرش اسم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را که سردار دولت هم گذاشت داهی معظم نیو پیشوای معظم چون که همه همون میدونیم که این انتخابات یک فریب نظر و یک دروغ مطلق است. بیاید هم خود را و هم مردم را احمق و ابله فرض نکنیم. اصلا بجای سردار دولت و رئیس جمهوری کاتب یکم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گوییم باز واقعی تر می شود. این را فونکسیونران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان باید به اینو بعد بگیرند. پیشنهاد میکنم برای از دروغ و کارهای دروغین دولت و ملت را نجات بدهیم اداره پرزیدنتی برداشته شود. پارلمان چنانه گفتم یک نهادی تماما مفتخور نلازم است. از این پارلمان فقط ضرر است. برعکس از کیسه خلق و از کیسه انداز سپارنده ها خورده و چریده گشتند. تمام قانون و قایده ها را خود حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نویسد و با مردم مجبوری رسانات می شود. همش فونکسیونران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان باید نام حزب را به پیشینه اش برگردانند، حرفی دی را بیرون کنند، با نامی گذاشته ای عبدالمجید دوستیوف برگردانند. البته خودشان آنچی منظوری من است می فهمند. ملت جواب خودش را خواهد داد، حتما میدهد، دیر یا زود. اون مسئولین حتما در پیش مردم جواب خواهند گفت، جواب قانونی، چون هیچ کس هیچ عملی غیر قانونی چی از طرف نهضت باشد چی از طرف دیگران به جواب نخواهد بود. امام علی رحمانوف کاتب اول و یا جنرالی تا مردن تنها مرگ او را از کرسی جدا میکند، مثل لنین، ستالین و بریژنف. واقعا به بریژنف شباهت زیاد دارد. اصلا خود او را میفرد همین پیشنهادهای من. با هر چی میخواهد شرط میبندم که رحمانوف رو میفرادش که به طور رسمی اعلان کنیم که او یک کتاز است. تاجیکستان برای همه فرزندانش، برای همه ساکنانش، برای همه شهروندانش صرف نظر از دینش، بیدینیش، جنسش، زبانش میکی این وطنی اوست، مادری اوست، خانه اوست. برای آنکه این احساس رو داشته باشد هر یک تاجیکستانی، البته چه خیلی که فرزند از مادرش این انتظاری را دارد که مادر باید همه فرزندان را یک خیل مناسبت کند، سری همه را برابر سیله کند. اگر جزا دادنی است مبادا کودک یا فرزند یکان اشتباه کرد جزای عادلانه و برابر به همه فرزندان بدهد. فرزند ارکه در نزد مادر وطن نباید باشد. در وطنداری برخلاف آیله داری فرزند اوگای نیست. حالا در اکثریت ناحیه ها بناهای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ساخته و استفاده داده شده است. مهم نیست که از طرف صاحبکاران سخاوت پیشه و تنها برای یک جهان تشکر ساخته باشند. مهم این است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نواحی هم بنا دارد. خوب از موضوع دور نمیشویم بینندگان گرامی. پیشنهاد دیگری من بینندگان گرامی این است که انتخاب و انتخابات را رسما به خود امام علی رحمانوف رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بگذاریم. او عمر جوان و جوانی جوانش را برای سعادت و بخت و طالع بلند ملت صرف کرده است، البته داخلی نخونه. باز با آن خیاس نکنید بینندگان گرامی که پس چرا شمس‌الله و جمال‌الدین و خوب دیگر همه اشان را اگر ذکر کنیم این برنامه سریال می شود. پول دارو ما و شما کمبغل و دربدر شدیم. اینجا باور کنید بینندگان گرامی جوش نیست. از بس که من گفتم پیشنهاد دیگر دارم، پیشنهادم این است که رحمانوف مردم را از زحمت روز انتخابات رفتن با اوچاسکا، گرفتن برگه رای، روچکا، گرفتن و خط زدن و هزار و یک تشویش انتخابات خلاص کرده خودش یک بلوتین کلان را از تن همه به قوطی شفاف یعنی کیتایسکی پرتوید.
چون که 30 سال می شود که او همین کار را انجام می دهد، ولی با دستان ما انتخابات را اعلان می کند، نامزد را پیشبری می کند و نتیجه اش را هم اعلان می کند. خودش برای خودش انتخاب می کند و خودش را از تن همه ما 9 میلیون انتخاب می شود. بهتر است که در روز یکشنبه 11 اکتبر همین کار را خودش کند و خلق را فارغ و زحمت را روی شانه های خودش گیرد. او قهرمان تاجیکستان است. این کار قهرمانی را دو کردو اجرا میکند. ما باید شکرانه کنیم و گردیم. اگر ما 5 میلیون آواز دهنده بینندگان گرامی رویم و انتخاب کنیم چی میشود؟ مگر عبدالحلیم غفار انتخاب میشود؟ مگر سیجعفر اسمان انتخاب میشود؟ حالا اگر اینها حتی انتخاب شوند چی؟ فکر دارید کرسی را برایشان میبرند و مه مرحمت بگیر نوبت تو آمد میگویند؟ هیچ وقت نمیگویند. اگر 100 بار خط زنید که 100 بار خط زده شما را کور کرده، باز خود جناب پیشوای ملت را برنده اعلان میکنند. ولی باید از یاد نبریم که فردا روز قیامت برای همه این خرج و اسراف کاری ها جواب پس خواهیم داد. این که برای سرقت و یغمای آواز خلق امانت مردم ما و شما جواب ندهیم، هم برای چندین میلیون سامانی اسراف همان جواب میدهیم. چند تانه کاغذ برگه می شود، پروتکل، شعار و آویزه، پلاکات و صورت نامزدها می شود. رسانه ها کروتیت می کنند، تیوه ها رالیک رکلام می کنند، نامزدها با انتخاب کننده ها به استثناء نامزد اساسی وام خورند و تشویق می کنند که به نامزد حزب خلق دموکرات تاجیکستان آواز دهید. اوچاسکا، اوکروک، کمیسیای مرکزی، سرنه و سیار برای خطگیری انتخاب کننده، این همه خرج و خراجات دارد. چی در کار همه این؟ قرار انجمن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را در عمل تطبیق میکنیم. سرمشق کار خود قرار میدهیم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عقل، شرف، وجدان دوران ما با راه رحمان میرویم گفته آرام و آسوده زندگانی کنیم. مگر بد است؟ هیچ چی نمیشود که حد دارد که نگوید. حالا هم که همین طور است. اگر ما گوییم نگوییم هم همین طور است. انتخابات های دروغی ما را در هیچ گوشه دنیا قبول نمی کنند. منظورم دنیای متمدن است. امسال شما اگر به این پیشنهاد های من راضی نباشید و گویید که اپوزیسیونر هستیم و برای اون که رحمانوف را بد می بینم، برای همین چنین گپ ها می نویسم، خودتان یک کار کنید، به انتخابات نروید. همسایه‌تان را هم گویید و نگذارید که رود. تا جایی که می توانید نگذارید که دیگرها هم روند و سپس شب یا فرقی ندارد پگاه روید اوچسک انتخاباتی، نروید هم مایلش. فقط از یک اعضای اوچسک در قید کوچه داشته بپرسید که اشتراک چقدر بود. نه اشتراک را هم نپرسید، تحت شبهه میافتید. هم تو پرسید که فلانی چند فایز آواز گرفت، همین کار را باورم کنید بکنید، پس دقیق و یقین می شود که گپ های می گفته ای من 100% راستند. به شما هم، به خلق تاجیکستان هم رئیس جمهوری انتخاب شده است و همان گفت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. خلاصه گپ های من بینندگان گرامی این است که همین انتخابات ها را از تاجیکستان تا زمان مناسب برداریم. خود رحمانوف و خانواده اش چی کار کنند دیگر کرده گشتن گیرند. اما آخرین پیشنهادم این است که اگر رفتید به انتخابات، گوید که این بار برای تا آخر عمر رحمانوف آماده باشد، چون که تا آخر عمرش دیگر شدنی و دیگر کردنی نیست. تنها یک استثناء است که آن هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. حتما انشاءالله که می آید. شما الکی دیدید که ما برای انتخابات آینده چه شعار انتخاب کردیم. شعار ما برای تاجیکستان و تاجیکستان برای همه. این شعار تصادفی انتخاب نشده است. ما تلاش کردیم که در این جمله کوتاه تمام آرمان، برنامه و هدف خود را بگنجانیم. وقتی که یک نهضتی میگوید که ما برای تاجیکستان، معنیش این است که هر کدام ما باید آماده آن باشیم که جان و تن و کار و افکار خود را فیدای تاجیکستان کنیم. بله بینندگان گرامی، دیگر برنامه را نمیخواهم طولانی کنم. این بود تحلیل امروزه ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.